اختر، این بیاسلش یه جای دیگه است. علافش نشم. باز خاطر چقدر پول قرار دوز بشم؟ کمه کم 100 میلیون. نیستم آقا جون، من نیستم. من اگه دوزی کنم گندش در بیاد بعد دور همه رو خط بکشم، ولی اگه بی پول باشم فقط بعد دور دختر خاله‌مو خط بکشم. خبرم خواستگاری. آقا غفار گفته بابات هم باس باشه، میای برام خواستگاری؟ با سر میام. امشب میاد آبرو تو میبره. حالا میگه نه نگاه کن. یه نفر زمانت رو دیگه کردم آزاد. کیو سم سرت گذاشت؟ اخلاق بابا تو که میدونی جلوش بال بال قیاس و نظر. نیازی به وثیقه ما نبود، وثیقه گذاشتن آزاد شد. باباش گذاشته؟ البته اگه اسم باباش اختر باشه. اختر؟ من برای تو میارم، بفرم. اختر کیه؟ حالا گفتن یه زن 30 و چند ساله، اختر نمد زن. نمدزم
الهام خانم نمیخوای سوار چی؟ بفرمایید. بابا، بابا جان، چی شد بابا؟ بابا جان خوبی؟ چیزی نیست، یهو فشارم افتاد. سوار شو. میخوای بریم دکتر؟ نه. بفرمایید سوار شو. بفرمایید. تشریف آوردن اهم کنه بیام الهام ببرم. زحمت کشیدی، خیر ببینی. وظیفه است. خداحافظ. چرا باید یه زن براش وثیقه گذاشته باشه؟ میاد میپرسیم اسم خواهر ناتنیش اختر نبود؟ بلکن دخت و دوز و دختر. اسم خواهر ناتنیش اختر نبود، خودت هم میدونی اسمش حاله است. میتون الو. بله ماما. باشه الو میام.
سلام بابای، سویچتون رو بدین ماشین رو ببرم تو. سلام، ما اینجاست. یه چیزی بگو برو. شبت بخیر. امین. بهادر خودش رو تو درمانگاه گم و گور کرد، وگرنه میبردمش کلانتری تا رضایت بده. شما آزادش نکردی؟ خوشحالت میکنه؟ امشب اندازه کافی به همه ما سخت گذشته. اگه از دستت برمیاد برو قیاس از بازداشتگاه آزاد کن، بیا بشین یه گلگاف زبون بخور. بعدم خودتو خر کن. دور از شما بایی. من گلگاف زبون بخورم و تو با حال پیش پیش کنی که امروز بهت گفتم که قیاس اگه بیاد تو مغازه آبرو تو میبره و گوش نکردی. دست شما درد نکنه. من کی پچ پچ کردم که این بشه بار دومم؟ کی قره قیاس رو به تو زدم؟ کم تنم مثل بید ازش لرزید؟ از شر بودنش؟ از صدا تو گلو انداختنش؟ کم وقتی این تانک تمام زندگی منو خورد و خاک شیر کرد چپیدم یه گوشو و حرفامو قورت دادم تا نزنم به تو و نشم دیوار بین پدر و پسر؟ حالا شدم اهل پچ پچ؟ دستت درد نکنه. میدونی چیه؟ تو نمیتونی دل منو بشکنی. آخه اصلا دل شکستن بلد نیستی. الان تو نبین که تلخت کردن و فرستادنت خونه. تا بیای بالا گلگاف زبونت آماده است. چرا بعد از بازداشت قیاس خوشحال باشم؟ خب لجم میگیره ازش که امشب اون این بادکنک گازی فرستاد رو هوا. گلگاف زبون به کارت نمیاد بابای. باشه بر پسر تو آزاد کن. فقط اینه که آرومت میکنه. ولی خدایش نفهم بادکنک و دایی ول کرد. اون تقصیر داشت. کسی دایی تو رو نگاه نمی کنه آبروی منو نشکون بگیره. پسرم رو نگاه میکنن. پسری که ایشم بهش گفتم تو مغازه یه جایی واسطا که تو چش باشی که همه ببیننت، که من پوزه تو بدم. من از دایی تو چه توقعی دارم؟ من که نمیخواستم پوزه اونو بدم، میخواستم پوزه پسرم رو بدم. از قیاس توقع دارم گذشت بکنه. چشمشو به روی چرت و پرت دایی تو که بارج کرده بود ببنده. اصلا کی واسه خاطر من از خودش گذشت کرده که این دفعه دومش باشه؟ مگه اون وقتی که تو مغازه قنادی کار میکرد بهش نگفتم مشتری یعنی اعتبار من، مشتری یعنی حیثیت من؟ مشتری بد گفت لبخند بزن، خوب گفت لبخند بزن. چیکار کرد؟ تابلوی حق با مشتری رو کوبون تو سر مشتری. مأمور اومد، آبروریزی شد، پرونددار شد. نباید جلوی دوست دشمن رعایت میکرد. حتی هنفت آبروی باباشو میکرد. اصلا کی به خاطر من گذشت کرده که حالا قیاس دومش باشه؟ خود تو سر قیاس، صدقه سر پدرت یه دفعه گذشت کردی؟ من سر شما حسودم بابایی.
اگه برادر تنیتن بود بازم حسود بودی. به بد اخلاقیتون عادت ندارم بابایی. شاید باید عادتتو میدادم، هم تو رو هم ریاضو. کجا؟ میخوام به تو هم جواب پس بدم که دیگه سیبیل به کارم نمیاد. به کار بابایی هم نمیاد که میخوای بری تو. سیبیلای خودشو نهیدی مگه؟ یه تالاشو بکشه دست و پای کل خاندان تو بسته. خاندان من مادرمه که همیشه گفته قیاس برادرته. منم گفتم همچین برادری نمیخوام. اشتهام کور نشد. از هیکلت معلومه. میخوام برم تو بابامو ببینم. میری کنار یا اینه حلزون بزنمت کنار. آها کارایی سیبیلم معلوم شد. بزن و بکوب، بزن و خورد کن، بزن و قیاس. چرا نمیری همه یه نفس راحت بکشم؟ بزن به چای. عین مردا حرف بزن. مگه مردا چجوری حرف میزنن؟ از بابام بپرسید میگه. بابای حرف نمیزنه، بیشتر نگاه میکنه. یه نگاش میگه کار بدی کردی، یه نگاش میگه کار خوبی کردی، یه نگاش میگه دوستت دارم، یه نگاش هم میگه ضربان قلبش اونقدر بالاست که الان سکته کنه. همه الان که داشت میرفت بگیره بخوابه، من چون سواد خوندن نگاهشو دارم تو چشش خوندم تپش باز افتاده به جون قلبش. بفرما تو بیار تو، مهم اینه که حرف داری. تپش قلب اون که مهم نیست و فلان. مامان تهران از این مرافقه و کلانتری و فلان خبردار شده؟ الو سلام. خبری نشد؟ خبر یعنی که تا پاشتید اونجا من برم دنبال دخترم اینجوری خبر بگیم. خیلی خب بابا، چرا اینقدر عصبانی؟ فقط به خاطر آتخام تایرت و اگر نه دیر و زود اومدن قیاس به من ربطی نداره. اگه به خاطر مادرمه، خب این همه عصبانیت برای چیه؟ الو خیلی خب، موبایلش روشن کرده، گفته دارم میام. یه عموزاده داشتم، کلو بردار بود، بدجور این کلو اون کلو میکرد، پول نزول، شرخری، خلاصه هر خاکستری که تو بگی. خیلی هم زن بچهشو دوست داشت، شرور بود، دعوا پشت دعوا، آجان کشی پشت آجان کشی، ولی پول پلهی هم به هم زده بود. اما چه فایده؟ خاکستر خصلت آتیشه، حروم خوری آتیشه. تا اینکه یه روز فهمید داره میمیره، عین من که فهمیدم. گوش کن پسر، عموزادم تا دید داره میمیره بیشتر زد تو کار کلاه برداری، تمام اموالش هم زد به نام زن و بچهش که پس ورده افتاد مرد نتونه ازش بیرون بکشن.
چرا دروغ؟ الانم که 10 سال از مرگش گذشته زن و بچهش خوب میخورن و میگردن، ولی از چی میخورن؟ از خاکستر. خوشخیم و بدخیمش هنوز معلوم نشده، تومور مغزی داره، کسی هم خبر نداره، فقط من و خدا، الانم تو. نزدیک 60 سالمه، 3 تا نوه، پسرای بزرگ، دختر بزرگ. قدیمی ها میگفتن پسر که به دنیا میاد خورماست، بزرگ که میشه میشه چغندر، اما دختر آخ 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 دختر رحمته، به دنیا که میاد یاسه، بزرگ که میشه یه تپه یاسه. هنوز سر یه لیوان آب خوردن الهام با منو دروسی داره، بد جوری دلم بنده الهامه، یعنی بنده همه یه بچه هامه. نمیدونی چه کیفی داره وقتی اولادت قدرتو میدونه و احترامتو داشته باشه. یه احترامی از اولاد ندیده. الهام تو رو دوست داره، اگر به خاطر تو بخواد رو حرف من حرف بزنه. اینقدر خواهد بزنی بچه، فقط گوش کن. اسمت که میاد قلبم هر میریزه پایین، شدی مشتری پرواخورد کلومتریای تهرون، کلت برباده، این عموزادم. تو الهامو دوست داری، حرفی نیست، نمیتونی براش کم بذاری. میتونی؟ دوست داری تو پول قلب بخوره، ولی از کجا؟ عموزاده من اعتقاد داشت زن بچه من باید بخورن و بچرخن، حلال حرومم نداره. میگفت بابای من نداشته نخوردم، ولی بچه هم باید بخورن. خلاصه دنیا شد جنگل و عموزاده ما گرد. حالا تیکه پاره نکن، کی تیکه پاره کن؟ منمشو چرچیلم ندار، این تو. شما داری منو به چی متهم میکنی؟ به بازنده بودن. قیاس، تو یه بازنده ای. بعد از مادرت خودتو باختی، بابا تو باختی. نباختم. باختی که به جای بابا دخترنامی سند بیزاری میردت بیرون. دخترمو به چی بسپرم؟ فقط به عشقه؟ یا به درکت نمازی که نمیخونی؟ یا بزرگتر نداشتنه؟ دیگه داره بهم بر میخوره. بر بخور. چیکار میکنی؟ نونم رو قطع بکنی یا میذاری تو گوشم؟ هیچ کدوم. سلام نزم پایین میرم. کدوم حرفم ناحق بود؟ کدومش؟ آسوپاسی، بی نمازی، بی کتوکاری، دماغ پربادت، کلونتری آباد کردنه. آدمیزاد تا پای گور بزرگتر میخواد. این تاهر خانم بدبخت چقدر گالش برکشید از این کوچه با اون خیابون و اون کلونتری که قیاد زده ترکونده و حبسه. تاهر خانم برای الهام چادر سفید فرستاده. نظر این آخر عمری به تاهر خانم بگم نه. به وهلا قسم ندیدم زن به معصومیت این خانم. صد پله از مادر برا مادرتره. نظر به خاطر تو بهش بگم نه. نظر با خاطره و تو ذهنش بمونم. من دارم میمیرم. بفهم این خواستگاری رو به هم بزن. مگه من چقدر وقت دارم تا دست بچه‌ام بذارم تو دست یه برنده و بعدش هم خلاص. من بازنده نیستم. ثابت کن. وقت بهم بده. ده ندارم لاکردار. عمرم تمومه. برف امسالم نمیبینم. آخ. مرد هستی؟ اینقدر مرد باش که به خاطر یه آدم لبه گور مثل من بباز. چی رو به تو بازم؟ دخترم رو به این بباز. اصلا فکر کن اخلاص سرم بریده.
فکر کنی تومور عقلم رو پرونده. یه مرد لبگور که عاشق دخترشه عقلش پریده. بذار غمش آروم بشه، بذار خیالش راحت بشه، بذار سر تو دخترم تو روی من با این حس خدایی نکرد، بذار این چند ماه هم با عزت تموم شه. به این حالت من میگن التماس. التماس شاخ دوم داره، مردی و مردونگی شاخ دوم داره برنده. دخترم به این بباس. اختر کیه؟ کیه که هم از بازداشتت خبر داشته هم برات سند گذاشته؟ الان دارم با شما حرف میزنم پسر خاله. چیز مهم نیست. اگه قراره بیای خواستگاری پس مهمه. نه؟ مهمه. ولی اگه نیام خواستگاری تو الان دیگه مهم نیست. کجا فهمیدی که من بازداشتگاه آبجیتو با سند فرستادی دنبالم؟ بازداشتگاهی مگه؟ من اینجا گرفت شدم تو شرکت خواهرم، نمیتونم خارجم، دم در نگهبانه. جهان تو رفتی دزدی؟ آره دیگه، چون تو عقب کشیدی درک خربازه خوردی، پای لحظش هم بشین، هم خورد همون آبجی. آبجی اینجا نیست، دزدی رو جلو انداختم. تو که نمیای اخترم نمیاد، اومدم که خودم یه سرش کنم. از بعد از اون اومدم شرکت، تو پشت بوم رفتم قایم شدم. همه که رفتن از کانال گره خودم رسوندم تو اتاق. قبلی زیر طبقه سلاش خالی چهردار گذاشتم، گفتم با قرقره میدمش پایین و خودم هم با زنجیر قرقره میرم پایین. ولی قرقره در رفته، ماشین شهرداری برسه گنده گفت صندوق در میاد. 3 ساعت دیگه صبح گنده منم تو این اتاق در میاد، بعد من خاک تو سرم میشه. قیاس به دادم نرسی گرفتار شدم. منو قاطی کثافت کاری نکن، به من مربوط نیست. آدم عاقل اونه که بفهمه کی وقت حرف زدن هست یا نیست. از قیافت پیداست که الان وقت حرف زدن نیست. صبح قبل از رفتنت منو صدا کن، فکر کنم اون موقع وقت حرف زدن هست. دکمتو ببند. شما همیشه میگفتید
خدا ایوا رو میپوشونه که آبروی بندش نره. ها پس من عاقل نبودم که فکر میکردم وقت حرف زدن نیست. پس هست. نماز نخوندن ما رو همه جا جار زدی آج خانم؟ نه جار نزدم، زار زدم تو دعاهای بعد نمازم پیش خدا، پیش غفار. آره داماده و نجیب و گوش شنوا داره برای درد دل. اصلا پرسید بعد کربلا چه آرزوی داری طاهر خانم؟ گفتم قبلش آرزوی دیدن قیاس رو دارم سر سجاده نماز، بعد کربلا دارم. راست گفتی عیب تو جار زدم. اینقدر گردن تق دارم که منو حلال کنی، مگه نه؟ بعضی موقع وقتی که خوابی میام کنار تخت تو بوتون میکنم. به خودم میگم زبونم لال به شب یه روزی دلم ساعت چطور تنگ شد. شما قول بده که همیشه زنده بمونی، من هم حلالت میکنم. تلفن تو جواب بده. چی میگی؟ تو خودتو قاطی ماجرا نکن، فقط خواهرامو پیدا کن بهش بگو اون میتونه یه کاری بکنه، فقط اونو پیدا کن. رفیقی نه یکم جستیم دو تا ساندویچ که با هم خوردیم کار زیادی میخوام ازت. نه موبایلش جواب میده نه تلفن خونه رو. فقط این کارو برام بکن قیاس، تو رو خدا این کارو بکن قیاس، تو رو خدا پیداش کن. دمت گرم. من فقط به آبجید خبر میدم ها، بقیهش هر گندی در اومده در نعمت پای منو فلانی، پای خودتونو فلان. قبول؟ باشه قبول.
قیاس رو میشناسی؟ نه. چشم دل سیری رو میشناسی؟ مرد به چشم دل سیری شکه مرده. برو بقیه ساقی ها بگو اختر فقط عملیه، نه چیز دیگه. کسافت دیگه رو توش نبینی، همین کسافت مثل هفت پشتش بسته. چی جواب تلفن تو نمیدی خانوم؟ این داهاش دلت زده تو خاکی، گاف صندوق از اون بالا پرت کرده پایین، خوش همینه فلان مونه تو گل. دو ساعت دیگه پشت اون در بسته لو میره. بمیر جام، بمیر جام. چرا این ریختی شدی؟ بدونه که من قاطی این کسافت کاری بکنی، پشت برو درش بیار. داری کلید اتاقو؟ کلیدم داشتم نمیشد. دوربین داره، نگهبان. میگه تا همینجاش به من ربط داشت، بقیهش خودت میدونی. ساعت چنده؟ 3:30 فلان. ساعت 7 در شرکت با میشه. کجا میری؟ من درش میرم. اگه نمیگی نمیشه. بالاخره باید یک غلطی بکنم. آقا میری خودم گیر میافتی ها. خدا شب خیتی شد. وایستا خانوم. سهم ها میخوام. خانم بینه من شما مگه حرفی هست؟ فلانی هست حالا از پادرمیونی و سلام و صلوات بزرگتران آمید شدی یا برق اختری چشتو گرفته؟ یادم چجوری به اینجا رسیدی؟ از شاگرد اول دانشکده معماری بودن تا زن و مادر معتاد شدن. دختر خاله من دروغی ندارم بهت بگم، چون تعهدی در قبالت ندارم. نداری؟ منو بابام خواستیم امشب برای امر خیر دعوتتون کنیم خونه.